اون وقت این آقای حمد آل خلیفه به وزیر خارجه بود، او وساطت میکرد، میامد لبنان و میرفت. او بعدا نقل کرد، گفت در اون روزها ابدا اجازه نمیدادن بحث توقف جنگ بشود، او در سازمان ملل بود. گفت من ناامید شدم، رفتم در خانه خودم استراحت کنم، دیدم این جان بولتون خبیث سراسیمه آمد دنبال من و سوال کرد شما با عجله و با نگرانی کجا هستی؟ گفتم چیز جدیدی شده؟ گفت بریم سازمان ملل. آمدم دیدم سفیر اسرائیل در سازمان ملل خیلی نگران و مضطرب داره قدم میزن. هر دو به من گفتن الان باید جنگ متوقف بشود. گفتم چرا؟ گفتن اگر جنگ متوقف نشود ارتش اسرائیل از هم میپاشد و متلاشی میشود. لذا همه شروط قبلی خودشون را نادیده گرفتند و ازش عبور کردند و مجبور شدن شروط حزب الله را قبول بکنن و آتش بس را بپذیرن و این پیروزی بسیار بزرگی برای حزب الله رقم خورد. نه پیروزی شد، بلکه نقطه عطفی شد و پایانی شد بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی بعد از اون به لبنان، و این تصور تا به امروز وجود دارد و به نظرم به سادگی این تصور غیر قابل رفع است. نه تنها حزب الله اثرگذار شد بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی به لبنان، بلکه بر تصور رژیم صهیونیستی برای هر هجومی اثرگذار شد. و من عرض میکنم بعد از جنگ 33 روزه استراتژی بن گوریان در جنگ پیش دستانه و در جنگ در واقع قدرت هجومی یا استراتژی هجومی رژیم صهیونیستی آرام آرام تبدیل شد فقط به استراتژی دفاعی. به شما دیدید در این اتفاقی که چند هفته قبل اتفاق افتاد و حزب الله تهدید کرد به زدن رژیم صهیونیستی و انتقام این دو شهید، فاصله 3 تا 5 کیلومتر رژیم صهیونیستی از نقطه صفر مرزی فرار کرد به عمق، به طوری که خبرنگار المیادین رفت کنار اون طرف سیم خاردار، گفت من از فلسطین اشغالی به شما گزارش میدم. این اثر جنگ 33 روزه بود.